رفقا سلام، روز جمعه ساعت 3 بامداد، یک ساعت قبل از مراسم بازی سال 2023 توی تویچ قرار لایو بشیم، مراسمو زنده براتون پوشش بدیم. لینک تویچ توی کپشن هست. این ویدیوهایی که میبینید در واقع پیش نیازیان برای آماده سازی شما برای این مراسم مهم. امسال قرار بریم سراغ سال 2016 و برای دیدن این ویدیو با من همراه باشید. اما بدون هیچ معطلی میریم اول از همه سراغ اتفاقات مهم سال 2016، بعد میریم سراغ خود مراسم بازی سال 2016. توی سال 2016 کنسول میان نسلی پلی‌استیشن 4 پرو عرضه میشه، همینطور PSVR هم میاد که خب گفتم نسل 8 شروع توجه به بحث VR بوده. یه اتفاق دیگه‌ای که میفته، بازی مورد انتظار سال 2016 که دیروز براتون تعریف کردم، بازی نومنز 2015 ببخشید، نومنز اسکای بود، برنده جایزه مورد انتظار سالش نومنز اسکای بود. یه اتفاقی که میفته اینه که این بازی نمیتونه به وعده وعیداش عمل کنه، خیلی فیچرها تو بازی نبود موقع عرضه و بکلش سنگین میخوره و انتقاد شدید میشه و عملاً فاجعه نومنز اسکای به بار میاد. حالا یه چیزی تو مایه‌های همون سایبرپانک 2077، اگه خیلی سنتون نمیکشه یا اون زمان خیلی دنبال نمیکردین، اگرچه همین الانی که داریم صحبت میکنیم یعنی تو سال 2023، با توجه به پشتیبانی که از بازی نومنز اسکای شده، الان بازی بسیار تر و تمیزی، حتما برید و ببینیدش. اگه یکم دارم تند و تلگرافی میگم واسه اینکه میخوام تایم ویدیو کم باشه و حوصله‌تون هم سر نره. یکی دیگه از اتفاقات بسیار مهم ساله 2016 معرفی نینتندو سویچ بود. من همین الان یکی از شاخه‌های بازی سال 2016 رو برم سراغش. آقا سال 2016 ما بازی مورد انتظار سال داشتیم مثل هر سالی که می اومد. نامزدارو فقط گوش بدین: Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, God of War, Mass Effect و The Legend of Zelda Breath of the Wild که قبلا گفتم تو چه سالی نمایشش نشون داد، 2014 نمایشش نشون داده بودن، نمایش اولشو. ببینید عرضه نینتندو سویچ خیلی تاثیر داشت توی انتخاب زلدا. یعنی حالا ممکنه بگید ای رده 2018 اومد، خب بازی تاریخ عرضه نداره، تاخیر میخوره، خیلی این چیزا دلیل هست که مثلا یه همچین نامزدی رو ببینیم. ولی وسط رده ردمشن 2 که طرفداری راکستار مخصوص به خودشو داره و گاد آف وار و حالا هورایزون زیرو داون خیلی فن خاصی نداشت، عملا هم میرفت زیر سایه گاد آف وار. یا مس افکتی مثلا زلدا چی میشه که میشه بازی مورد انتظار سال 2017، یکی از دلایلش بدون شک عرضه کنسول جدید نینتندو سویچ بود. چرا این کنسول انقدر اهمیت داشت؟ تا پیش از اون سلطان بلا منازع کنسول های دستی نینتندو به حساب می اومد. حتی سونی هم یه تایمی ورود کرده بود به این قضیه، ولی میگم عملا مونوپول کنسول دستی ها دست نینتندو بوده، هست و اینطوری که به نظر میاد خواهد بود. نینتندو میاد یه حرکت جذاب میزنه، میگه آقا من میخوام مخاطبی که میاد کنسول منو میخره، اون کنسول بدون هیچ خرید اضافی، بدون هیچ خرید اکسسوری خاصی یا هر چیزی، عملا هم کار کنسول دستیشو بکنه هم کار کنسول خونگیش. یعنی ایده خلق نینتندو سویچ با همچین فلسفه ای اتفاق افتاد و این خیلی جذاب بود. خیلی دنیای ویدیو گیم با معرفی همچین استایل کنسولی به وجد اومده بود و طبیعتا وقتی قرار بود سال 2017 این کنسول جذاب عرضه بشه، این تاثیر داره. بگذاریم که خود نمایشای The Legend of Zelda Breath of the Wild هم بی تاثیر نبوده تو این قصه. حالا اینا رو سال 2017 مفصل حرف میزنیم. برگردیم سراغ اتفاقات مهم سال 2016. معرفی نینتندو سویچ رو براتون گفتم و رشد شدید ای اسپورت، اینو باز تو بازی سال 2016 خیلی مفصل تر میخوام براتون حرف بزنم، ولی یه جامپ شدیدی مقوله ای اسپورت داشت. گفتم توی نسل 8 ای اسپورت خیلی جدی گرفته میشد، ولی اینجا یه جایی بود که اصلا یه جامپ عجیب و غریب مقوله ای اسپورت میزنه. حالا اینکه چه چیزی باعث میشه این اتفاق بیفته خودش جای بحث داره. دو تا بازی مهم هم داشتیم که کنسل شد، یکی سازنده اسلیپینگ داگز داشتن روی بازی کار میکردن، اگه اشتباه نکنم بازی مجانی هم بود، مجانی آنلاین بود که خب کنسل شد. بازی مهمتر از اون که کنسل شد اسپریچوال ساکسسر یا ادامه معنوی بازی الینوام بود که خب کنسلی اونم تا حدود بسیار زیادی پر سر و صدا بود. میریم سراغ نامزدهای بخش های مختلف بازی سال 2016. همینجا بهتون بگم که ایکس باکس دوتا نماینده داشت، گیرز آوار 4 با دوتا نام زدی، فورزا هورایزون 3 هم که بخش ریسینگ اومد برد، اگرچه بازی نیشی بود، یعنی واسه یه عده خاصی ساخته شده بود. اون در من پلیستشن با رچت اند کلنک و آنچارتد 4 حضور داشت که حالا بابت خود آنچارتد تو بخش نامزدی بازی سال مفصل حرف میزنم.
یه شاخه جدید داشتیم، شاخه کارگردانی. من قبلا بهتون گفتم بخش RPG، بخش اکشن ادونچر، گفتم اینجا بچه ها دعوای شدیدی برای برد بازی سالیه. شما این شاخه رو از این بعد اضافه کنید، یعنی سه شاخه رو ما از الان به بعد قراره بشینیم بررسی کنیم. شاخه RPG که قبلا گفتم بود، اکشن ادونچر هم گفتم بود، شاخه کارگردانی هم اضافه کنید. شاخه کارگردانی رو اوورواچ میبره، یعنی بهترین کارگردانی سال رو اوورواچ میبره، ولی اتفاق عجیبی واسه بخش RPG و بخش چیز میفته، اکشن ادونچر میفته. اکشن ادونچر در حالی که همه انتظار داشتند بازی آنچارتد 4 برنده بشه، بازی دیسانرد 2 برنده میشه. اگه یه عده میگن آقا رو چه حساب؟ رو حساب این که برید بابت مقوله ایمرسیف سی مطالعه کنید. راجع به استودیوی لوکینگ گلاس اگه اسمشو اشتباه نگم مطالعه کنید. راجع به فلسفه‌ای که کن لوین، هاروی اسمیت و وارن اسپکتور داشتن روی مقوله ایمرسیف سی مطالعه کنید. ببینید که دیاسکس، دیسانرد و بایوشاک از کجا میان بیرون، قبلا چه اتفاقاتی تو لوکینگ گلاس استودیو افتاده، اصلا مقوله ایمرسیف سیم چیه، و اگه باز مثلا خیلی براتون سوال راجع به ایمرسیف سیم لژند اف زلدا برث اف دی وایلد مطالعه کنید، راجع به ایمرسیف سیم بازی متال گیر سالید وی فانتوم پین آقای کوجیما بشینید مطالعه کنید، و بعد متوجه میشید که چقدر این ماجرا تاثیر داره روی تجربه اکشن ادونچر یه بازی. چون وقتمونو میگیره من فقط کدا رو دادم، اگه بشه سر فرصت حتما ویدیو میدم. والا ما قبلا استریم کردیم، کلی بابت این مقوله صحبت کردیم، اونایی که استریم هامو میدیدن بابت این مقوله میدونن، ولی اگه فرصت بشه حتما به روی چشم بابت این ماجرا هم ویدیو میسازم. ولی اکشن ادونچر سال رو به حق بازی دیسانرد 2 میبره. میریم سراغ بخش RPG. خب سالهای قبل همونطوری که دیدید فرام سافتویر نامزد بازی سال داشت، دارک سورس 2 بعدم بلادبورن. انتظارم میرفت که امسال دارک سورس 3 هم نامزد بشه. حالا دارک سورس 3 نامزد نمیشه یه طرف ماجرا، یعنی من وقتی مرور کردم نامزدهای بازی سال رو برای نوشتن، همیشه داشتم به این لحظه به این فکر میکردم که تایتان فال 2 میتونست نباشه، دارک سورس 3 باشه، و به این نتیجه رسیدم آقا اگر با ذهنیت الدن رینگ عرضه شده برید به سراغ قضاوت، قطعا همچین چیزی رو میگید. ولی وقتی برمیگردید اون زمان میبینید آقا سولزلایک ژانر خیلی نیشی بوده تو مقایسه با مثلا عناوین شوتر اول شخص و امثاله هم، و الان رو نبینید که الدن رینگ اومد همه رو سولزلایک پلیر کرد، همه سولزباز شدن، و طبیعیه که یه بازی که مخاطب نیشی هم داره خیلی جدی گرفته نشه تو مقایسه با دیگر عناوینی که حالا عام پسندتر بودن و از منظر فنی هم خوب بودن. واسه همین خیلی گلگی از نامزد بازی سال نشدن دارک سورز نمیشه داشت. ولی فرام سافتوری که سال 2015 زیر سایه ویچر نتونسته بود بخش RPG رو بلادبورنش بگیره، اینجا هم همین اتفاق میفته و عملا دارک سورز 3 نمیتونه جایزه RPG سال رو بگیره، و برخلاف انتظار خیلی از طرفدارای فرام سافتور و دارک سورز، جایزه بازی سال میرسه به یه DLC. آره به یه DLC، به DLC بلاد اند واین بازی ویچر. من حتی سرفه هم کات نمی کنم، انقدر خودمونی هم با هاتون اینگاه نشستیم سر سرفه داریم با هم حرف میزنیم. DLC بلاد اند واین ویچر 3 بهترین RPG سال رو میگیره. حالا اینم بهتون بگم، دوتا DLC بازی ویچر، یکیشون 20 یکیشون 40، اونم نه واسه پلات و 100 و اچیومنت کامل گرفتن، در حدی که تمومش بکنید یکیشون 20 ساعت یکیشون 40 ساعت زمان میبره. این DLC بلاد اند واینی که اون سال اومده بود بهترین RPG سال رو از آن خودش میکنه، یعنی ویچر 3 که اون همه جایزه درو کرده بود سال 2015-2016 هم دست از سر گیمرها بر نمیداره، میاد یه تو مراسم یه جایزه میزنه تو گوشش و پا میشه میره. بعد بیس فامیلی سال، تو سالی که خب نینتندو طبیعیه به خاطر عرضه نینتندو سویچ ذره سر شلوغه و خیلی حضور پررنگی تو مراسم نداره، یه بازی موبایلی به اسم پوکمون گو میبره. حالا اونایی که اون زمان یادشونه قشنگ ما تو در و دیوار و خیابون و اینا دنبال شخصیت‌های پوکمون بودیم، ولی اتفاق بزرگی بود اون سال. نریتیو دیزاین سال به آنچارتد میرسه و به واسطه اتفاقاتی که تو قسمت قبل مفصل راجع به آقای هیدئو کوجیما تعریف کردم، جایزه اینداستری آیکن اوارد به آقای هیدئو کوجیما میرسه. چرا این جایزه رو سال قبل نگفتم و امسال بابتش حرف زدم؟ واسه یه مثال ساده بود. حالا این روزها بیشتر همه آقای هیدتاکا میازاکی و فرام سافتور و الدن رینگ رو میشناسن. فرض بگیرید خبر بهتون بیاد به دلیل اختلافات و مشکلات و دعوایی که توی هیئت مدیره فرام سافتور شده، آقای هیدتاکا میازاکی از فرام سافتور جدا شده.
بعد همون سال هم مثلا یه بازی مهم داشته باشه، خیلی اتفاق تلخیه. بعد این جایزه به نظرم یه جور قدردانی و یه جور دلجویی از آقای هیدئو کوجیما بود، ولی به واسطه از طرف رفقاش در واقع، یعنی نه اینکه از طرف صنعت، نه کنامی، کنامی هنوز هم که هنوز میگه بابا بلم کن، دعوا داره با طرف. ولی میخوام بگم که این جایزه اون سال خیلی از این نظر دلچسب بود که همه ناراحت آقای کوجیما بودن و این جایزه اینداستری آیکون اوارده که به هیدئو کوجیما رسید اتفاق جالبی بود توی اون مراسم. قبل از اینکه برم سراغ نامزده بازی سال، میخوام راجع به یه بازی مستقل بسیار مهم تو سال 2016 حرف بزنم. همه تو فکر میکنید اینسایت، نه ببینید اینسایت نامزده بازی سال به وقتش حرف میزنیم، بازی که زیر سایه اینسایت گم شد. من، امید لنون و خیلی از بچه‌هایی که علاقه دارن به عناوین مستقل تو این چند سال اومدن استریم کردن، ویدیو ساختن، خیلیاتون رو با این عنوان آشنا کردن که میخوام بابتش حرف بزنم، ولی کماکان اسم میکنم بنده خدا دیده نشده درست حسابی توی این بچهای گیمر ایرانی. بازی فایر واچ، اگه اشتباه نکنم الان تو سرویس پلی استیشن اکسترا باید باشه، رو گیم پاس بوده الان نیست، نمیدونم، اگه باز تو سرویس رو تو کامنت ها بنویسید. فکر میکنم تو پلی استیشن اکسترا هست، تو گیم پاس نیست الان بازی، ولی بازی فایر واچ رو حتما 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 بشینید تجربه کنید، مخصوصا اگر علاقه دارید به عناوینی که داستان مرموزی رو روایت میکنن. جالبه براتون بگم که این بازی تو مراسم بازی سال 5 تا نامزدی داشت و حالا نامزد بازی سال و نمیدونم نامزد بازی یه سری جاهایی که حالا اینسایت حضور داشت یا جاشو گرفته بود یا اینکه اونم حضور داشت ولی خب اینسایت برنده بود. حالا زیر سایه اینسایت فایر واچ بیچاره خیلی دیده نشد، برید سراغش، بهانه شد واسه حرف زدن بابت فایر واچ. میریم سراغ نامزدهای بازی سال. بازی اوورواچ با 6 تا نامزدی، بازی دوم با 4 تا نامزدی، بازی اینسایت با 5 تا نامزدی، بازی تایتان فال 2 با 4 تا نامزدی و آنچارتد 4 با 8 نامزدی حضور دارن که نهایتاً دعوای اصلی هم بین آنچارتد 4 و اوورواچ بود که آنچارتد 4 از 8 نامزدی 2 تا جایزه میگیره و اوورواچ از 6 تا نامزدی 5 تا جایزه میگیره و هنوزم که هنوز خیلی ها میگن حق آنچارتد بود. میخوایم ببینیم واقعا حق آنچارتد بوده یا تأثیری که اوورواچ روی صنعت گیم میذاره خیلی خیلی جلوتر از آنچارتد 4 بوده. اینو الان راجبش حرف میزنیم. قبلش بگم که حالا دوم و تایتان فال دو و اینسایت طبیعی بود جلو این دوتا نتونن کار خاصی انجام بدن، ولی بدونید دوم 2016 تا قبل از عرضه دوم ایترنال بهترین اکشن تاریخ هم حتی خیلی ها ازش حرف می زدن. جایزه موسیقی سال رو هم اون سال برد. اونایی که دوم ایترنال رو تجربه کردید، هسته مرکزی آن چیزی که دوست داشتین همین دوم 2016 بوده. الان هم میتونید برید سراغش و ببینید که چقدر هنوز بازی تر و تازه است. بازی اینساید رو من در همین حد بگم، بذار خودم کارم رو راحت کنم. امید لنون یه ویدیو داره بابت اینساید که داستان اینساید داره توش روایت میکنه، بسیار ویدیو خوب و درستیه. اون ویدیو رو اگر ببینید میفهمید چرا این اثر انقدر اثر بزرگ و مهمیه. به زعم گفته خیلی ها که اینساید بزرگترین بازی مستقل تاریخ هم هست، ولی طبیعیه بین این عناوین شانسی برای برد بازی سالی نداشته باشه. ایپکس لژندی هم که الان اسم تایتان فال 2 شنیدن و به وجد اومدن و پرواز کردن، ولی میریم سراغ ماجرای اوورواچ و آنچارتد 4. ببینید آنچارتد 4 خب از اون سه تا شاخه مهمی که بهتون گفته بودم اکشن ادونچر رو از دست داده بود، حالا اون خیلی اهمیت نداره. بحثی که هست این وسط بود ببینیم که آقا این بخش، من بارها و بارها گفتم ببینید بخشای دیگه این لفظ بست اولش داره، مثلا بست فلان، بست بهمان، یعنی ما عنوان ترجمه شدهش میشه بهترین بازی مستقل سال، بهترین بازی اکشن سال، بهترین بازی RPG سال، ولی خود بازی سال بچه ها لفظ بهترین نداره، اسمش اینه Game of the Year. Best Game of the Year نیست. من خیلی زیاد میبینم که مثلا حتی تو توییتر بعضی از همکارا میسن بریم سراغ بهترین بازی سال ببینیم چیه. آقا اصلا بازی لفظ بهترین پشتش نیست. ببین فکر کنید چرا تعمدی بابت این قضیه وجود داره، چرا همه شاخه ها لفظ بست رو دارن ولی اینجا لفظ بست رو ندادن؟ به خاطر اینکه تمام نامزدها بستن. بازی سال دلیل نمیشه که بقیه بازی رو بگیم بدن. همه بازی هایی که نامزد بازی سال میشن تو هر سالی اینها بستن، بهترین های اون سال بودن، ولی بازی سال اون بازی که تأثیر روی صنعت داشته باشه،
بازی اوورواچ یکی از دلایل بسیار مهم رشد و جامپ شدید ای اسپورت توی سال 2016 بوده، کما اینکه جایزه ای اسپورت سال هم به خودش اختصاص میده. یعنی این بیزینس و داستانی که میبینید ای اسپورت داره، اوورواچ تأثیری توی همه گیر شدنش داشت، بیشتر دیده شدنش، نه اینکه نباشه، بیشتر دیده شدنش داشت. بازی اوورواچ به عنوان یه شوتر اول شخص وقتی عرضه میشه، یه عالمه هیرو داره واسه هر سلیقه ممکن با هر استایل بازی. و نکته جالب اینه که تمام این هیروها در این حالی که ادوانتیجی دارن، اونور کانترشون هم وجود داره. یعنی اگه این ابیلیتی ها برای این هیرو در نظر گرفته شده، کانتر این ابیلیتی ها تو فلان هیرو هست. و بالانسی که این همه هیرو داشته تو بازی و نیاز نبه مثلا حالا اینو ظرف دیدین مثلا تو رینبو چه اتفاقی میفته، قدرت اونو کم میکنن اینو زیاد میکنن، تازه با فیدبک مثلا گیمرها در طول زمان با آپدیت حل میکنن. بازی اومده و بالانس بوده. یه بازی اگه اشتباه نکنم اسمشو درست بگم به اسم بتل بورن که سازندهای بوردرلند ساخته بودن، اونم بازی خلاقانه بود، نمرات متوسطی هم گرفته بود، یعنی رسما رفت زیر سایه اوورواچ. و عرضه اوورواچ به این شکل توی اون سال خیلی خیلی مورد جذابی بود. البته هنوز هم تا اون زمان این ماجرای بتل رویال ها هم وجود نداشت و عناوین این چنینی خیلی بیشتر از الان و امروز بهشون توجه می‌شد. الان یه همچین استایل بازیایی رو حالا مثلا ولورانت هم برید ببینید خیلی نمیشینن، یا کانتر و اینا مثل سابق نیست. یعنی بتل رویال ها یه ذره کارو خراب کردن. از این مسئله بگذریم، پس اینو یادتون باشه، بازی سال بحث بهترین بودن نیست، بحث بازی است که تأثیر بسیار بزرگی روی صنعت گیم بذاره. و اوورواچ این کارو کرده بود، هم تو بحث فنی خیلی قوی عمل کرد که توضیح دادم، همین که آقا تأثیر بسیار بزرگی رو مقوله ای اسپورت داشت که این مسئله بی تأثیر نبود روش. البته الان که حال روزش رو میبینید دیگه، اوورواچ دیگه اوورواچ سابق نیست و برای طرفدارش هم آرزوی طرفداری این بازی هم آرزوی موفقیت میکنیم. این مقوله بازی سال و بهترین و اینا رو امیدوارم خیلی کامل متوجه شده باشید. آقا مرسی که منو همراهی کردید. من خیلی سریع همه رو رگباری گفتم، اگه اینجا مطلبی جا مونده عذرخواهی میکنم، سعی کردم همه چیزو بهش بپردازم. و فردا قراره بریم سراغ سال 2017 و ببینیم که اوکی سال 2016 که بازی مورد انتظار سال که نومنز اسکای بود کاری از پیش نبرد، برخلاف ویچری که بازی مورد انتظار سال 2014 بود. خارجی میشم من آخر ویدیوها. ببینیم سال 2017 بازی مورد انتظار سال که The Legend of Zelda Breath of the Wild چه اتفاقاتی به سرش میاد و چه چیزی رقم میخوره. فردا میبینمتون، عاشقتونم، فعلا.